خب در پارت قبلی دیدیم که ما وقتی میخواییم یک آیتم رو اضافه کنیم به یک لیست میاییم از append استفاده میکنیم. حالا اگه بخواییم یک لیست رو append کنیم به یک لیست دیگه چی؟ بیاییم بگیم اول lang.append number، گفتیم لیست number append بشه به لیست lang، print کن lang رو. وقتی که اجرا بگیریم میبینید که به شکل کاملی لیست نامبر اضافه میشه به لنگ، ولی ما میخواییم فقط مقادیر اضافه بشن. باید چیکار کنیم؟ باید بیاییم بگیم lang.extend، استفاده از متد extend، lang.extend number، print کن lang رو. حالا وقتی اجرا بگیریم میبینید که فقط مقادیر لیست نامبر اضافه میشن به لنگ. متد بعدی متد insert هست. دیدید که ما وقتی از متد append استفاده میکنیم آیتم سی شارپ میومد آخر لیست اضافه میشد، ولی ما میخواییم بیاد وسط پایتون و جاوا اضافه بشه. چیکار میکنیم؟ میاییم میگیم lang.insert، میاییم میگیم داخل پرانتز insert به عنوان اسلایس اول مقدار سی شارپ اضافه بشه. حالا میاییم میگیم print کن lang رو. حالا وقتی اجرا بگیریم میبینید که به عنوان اسلایس سفرم اسلایس اول، به عنوان اسلایس اول مقدار سی شارپ میاد اضافه میشه. متد بعدی متد پاپ هست که میاد آخرین آیتم یک لیست رو حذف میکنه. میایم میگیم lang.pop، استفاده از متد پاپ. حالا میایم میگیم print کن lang رو. وقتی که اجرا بگیریم میبینید که آخرین آیتم لیست یعنی C++ حذف میشه و فقط پایتون و جاوا باقی میمونن. خب آیتم بعدی آیتم ریموف هست. در پارت اول از لیست ها دیدیم که ما وقتی میخواییم یک مقدار رو حذف کنیم از یک لیست میاییم با کلمه کلیدی دل، دل کن اسم متغیر یک کروشه و داخل این کروشه شماره اسلایسی که میخواییم حذف کنیم. متد ریموف میاد کار ما رو راحت تر میکنه، lang.remove. حالا داخل پرانتز ریموو مقداری که میخواییم حذف کنیم رو وارد میکنیم، میخواییم پایتون حذف بشه، پرینت کن لنگ رو. حالا وقتی اجرا بگیریم میبینید که پایتون حذف شده و فقط جاوا و سی پلاس پلاس باقی موندن. متد بعدی متد ریورس هست. اگه ما بیاییم بگیم پرینت کن نامبر رو، میبینید که از یک تا پنج به شکل کاملی چاپ میشه. میخواییم برعکس چاپ بشه، یعنی از پنج به یک. چیکار میکنیم؟ میاییم میگیم number.reverse، استفاده از متد reverse، print کن number رو. حالا وقتی اجرا بگیریم میبینید که با متد reverse میاد از پنج به یک چاپ میکنه. متد بعدی متد sort هست. اگه ما بیاییم اینجا بگیم 2 3 5 7 8 6 4 1، پرینت کن نامبر رو. میبینید که به همین شکل به هم ریخته چاپ میکنه. میخوایم به ترتیب چاپ کنه. چیکار میکنیم؟ میاییم میگیم number.sort، استفاده از متد sort، پرینت کن نامبر رو. حالا وقتی اجرا بگیریم میبینید که از 1 تا 8 به ترتیب با استفاده از متد sort چاپ میکنه. میخواییم همین رو برعکس چاپ کنه، یعنی از 8 به 1. چیکار میکنیم؟ میاییم جلوی همین sort که این پرانتز وجود داره، میاییم داخل پرانتز مینویسیم reverse مساویس با true. حالا وقتی خوب ببینید این رو، حالا وقتی اجرا بگیریم میبینید که 1 به 8 تبدیل میشه به
8 به 1. این هم از متد سورت. متد بعدی متد ایندکس هست. میخواییم ببینیم پایتون اسلایس چندم هست. میاییم میگیم پرینت کن لنگ دات ایندکس. حالا میخواییم مقدار خودمون رو وارد کنیم که ببینیم مثلا پایتون اسلایس چندم هست. حالا وقتی که بیایم اجرا بگیریم میبینید که میگه پایتون اسلایس سپروم است. جاوا اجرا بگیریم اسلایس اول است. اگه ما بیایم بگیم مثلا آیتمی که وجود نداره جاوا اسکریپت الان باید به ما ارور بده یا چیز دیگه ای رو چاپ کنه و میبینید که به ما ارور رو میده. میگه لاین 4 شما مشکل داره، این قسمت از کد مشکل داره و value error. value به معنای مقدار هست، ما value error داریم. ارور رو بخونیم. به ما میگه جاوا اسکریپت is not in list. به ما میگه جاوا اسکریپت درون این لیست وجود نداره که من بیام به شما شماره اسلایس اون رو بگم. این هم از پایان لیست ها و لیست ها تموم شد توی این پارت و تمامی متد هایی که در لیست ها مورد استفاده قرار میگیرن رو گفتیم. بریم برای جلسه بعد که در رابطه با آرایه ها صحبت میشه و آرایه ها رو توضیح میدیم.